سلام بچه ها، به کانال World of Tanks خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز در تیلس هشتایی از جزئیاتی در بازی های ویدیویی آماده کردم که برای هیچ کس مهم نیست. سازنده ها سعی میکنن تا جایی که امکان داره بازی های خودشون رو با جزئیات بسازن که من واقعا بهش احترام میذارم، اما بعضی وقتا اونا به چیزهایی توجه میکنن که هیچ کس براش مهم نیست. من امروز قراره به 8 مورد اشاره بکنم. شماره 8، شنمو. همه فکر میکنن که بازی‌های مثل اسکایریم و یا جی تی ای وی اولین کسایی بودن که از سیستم آب و هوایی دقیق استفاده کردن، یعنی هر روز از سال داخل بازی هوایی مخصوص به خودشو داره. اما خب جالب بدون خیلی قبل‌تر از این دوتا بازی یک عنوان به اسم شنمو وجود داشت که جزئیات واقعا عجیبی رو سعی کرده بود رعایت بکنه، که یکی از جالب‌ترین و خب در این حال کم اهمیت‌ترین اونا مربوط به آب و هوا می‌شد. اونا برای هر روز یک آب و هوای مشخص داشتن، اما این آب و هوا دقیقاً بر اساس آب و هوای واقعی شهر یوکوزانا در بین سال‌های 1986 تا 1987 بوده. آره، سازنده‌های بازی رفته بودن دقیقاً درآورده بودن که توی اون یک سال آب و هوا چجوری بوده و اون رو توی بازی خودشون قرار داده بودن. خب اینجا باید از سازنده‌ها تشکر بکنیم که انقدر به فکر بازی خودشون هستن و میخوان محصول خودشون رو با کیفیت درست بکنن. اما سوالی که پیش میاد اینه که واقعا برای کسی مهم بود؟ یعنی شما اصلا اهمیت میدادید که آب و هوا در سال 1986 چطوری بوده؟ هیچ کس این قضیه رو نفهمیده بود و در نهایت خود سازنده‌ها اونو توی آپشن بازی قرار داده بودن تا اینطوری هم شما بفهمید و هم اگه دوست نداشتید اونو فعال نکنید. شماره 7، Red Dead Redemption 2. خب قطعا میدونستید که اسم Red Dead Redemption 2 توی لیست امروز ما میاد. این بازی سلطان جزئیاته. بعضی از این جزئیات ها واقعا خیره کننده و دهن شما از تعجب باز میمونه، اما یه سری دیگه هستن که شما به خودتون میگید واقعا اصلا کی براش مهم بود. خب یکی از این جزئیات مربوط به اسب ها میشه. نه، من نمیخوام به بیزا اشاره بکنم که توی گرما و سرما شکلشون عوض میشه. این جزئیات هم میتونست توی لیستان باشه، اما فکر میکنم که همه ازش اطلاع دارن. جزئیات دیگه که مربوط به اسب ها میشه که خب اونقدر شاید به چشم نیاد اینه که اسب ها دستشویی میکنن، میرینن، اشکال ازشون میاد بیرون، نمیدونم، هر چیزی که شما دوست دارید اسمشو بذارید، که خب توی هر 10 دقیقه اونا 8 بار این کار رو انجام میدن. اول از همه که باید بگم اصلا با عقل جور در نمیاد که اسب انقدر بخواد خودشو خالی بکنه. من فکر میکنم بیشتر اینو داخل بازی قرار دادن تا شما بگید اوه این بازی چقدر جزئیات داره. و میدونید چی بیشتر از همه روی مخ ما میره؟ اینکه کاراکتر شما داخل بازی یعنی آرتور نیاز به دستشویی پیدا نمیکنه، اما اسبی که سوارش میشه هر 10 دقیقه باید 8 بار برینه. شماره 6، متال گیر سالید 2. همه میدونید که فرانچایز متال گیر سالید با کارگردان افسانه ای اون یعنی هیدو کوجیما میشناسن. خب هیدو کوجیما به یک چیزی معروفه، اونم توجه به جزئیات داخل بازی هایی که میسازه. خب شما فقط این جزئیات رو توی نسخه های آخری متال گیر سالید پیدا نمی کنید. توی نسخه های اولیه اون هم به چیزهایی توجه میشه که اصلا با عقل جور در نمیاد. به عنوان مثال بیایید بریم سراغ بازی متال گیر سالید 2. توی اون بازی یه بخش وجود داره که یک لیوان یخ روی میزه. شما میتونید به اون لیوان شلیک بکنید و بعد میبینید که اون قطعه های یخ بیرون میریزه. این اون جزئیاتی که میخوام بهش اشاره بکنم نیست. نه، این یخ ها به مرور زمان آب میشن. دقیقاً همون مقدار زمانی که در دنیای واقعی طول میکشه توی بازی هم طول میکشه تا یخها آب بشن. و خب میدونید چه چیزی این دیوونگی رو بیشتر میکنه؟ این که توی کل بازی فقط همین قسمته که این یخها وجود دارن، یعنی هیچ کس ازش ممکن بود اطلاعی نداشته باشه. و یه نکته باحال‌تر، اگر این قطعات یخ کنار هم دیگه بیفتن به دلیل اون سرماشون دیرتر از بقیه آب میشن. شماره 5، لاست اوف اس 2. به غیر از راکستار یه استودیو دیگه وجود داره که حسابی جزئیات بازی‌های ویدیویی براش مهمه و سعی می‌کنه تا اونجایی که بشه این جزئیات رو رعایت بکنه. ما داریم در مورد ناتی داگ صحبت می‌کنیم. آخرین بازی اونا لاست اوف اس 2 واقعاً از نظر گرافیکی شاهکار بود و چنان جزئیاتی داخل اون وجود داشت که عمرن مثل اونا بتونید توی بازی دیگه ببینید. خب یکی از این جزئیات مربوط به مردمک چشم‌پم می‌شد که احتمالاً باید خیلیاتون بدونید. با توجه به محیط، کاراکترهای داخل بازی لست اوف اس 2 مردمک چشمشون گشاد و یا تنگ میشد. این جزئیات شاید اونقدر از نظر شما بی اهمیت به نظر نرسه، اما خب باید بدونید که برای درست کردنش ناتی داگ چقدر وقت گذاشته. در واقع 2% از بودجه‌ای که اونا برای کارهای گرافیکی در نظر گرفته بودن فقط خرج این قضیه شد، که نشون میده چقدر این موضوع برای سازنده ها مهم بوده. و از اون جالب‌تر میدونید چیه؟
اینکه برای اینکه بتونن این قضیه رو به سرانجام برسونن، حسابی به کارکنان خودشون هم فشار آوردن و اونا مجبور بودن بیشتر از ساعت معمولی کار بکنن تا بتونن این پروژه رو تمام بکنن. شماره 4، بازگشت به قلعه ولفنشتاین. برای خیلیا شروع فرانچایز ولفنشتاین از این بازی شروع شد. بازگشت به قلعه ولفنشتاین که در سال 2001 ساخته شده، هنوز که هنوز به عنوان بهترین نسخه از این فرانچایز شناخته میشه و خب طرفداری خیلی زیادی داره. این بازی شاید در نگاه اول اونقدر جزئیات باحالی نداشته باشه، اما همین چند وقت پیش بود که با بررسی دیتاهای اون یک سری چیزا خیلی باحال مشخص شد. سربازایی که داخل بازی هستن همشون مثل همدیگه ساخته نشدن. منظورم اینه که درجه اونا حسابی روی مهارت تیراندازیشون نقش داره. در واقع کسایی که سرباز معمولی هستن و تازه کار خودشون رو شروع کردن، تیراندازیشون چندان تعریفی نداره و در نتیجه 50% تیرهایی که به شما شلیک میکنن خطا میرن. اما کسایی که سابقه بیشتری توی جنگ داشته باشن، تیراندازیشون دقیق‌تره و در نتیجه تیرهای بیشتری از اونا به شما برخورد میکنه. خب احتمالاً الان دارید به خودتون میگید که واو عجب چیز باحالی، چرا بازی‌های دیگه ازش استفاده نکردن؟ خب دلیلش اینه، تقریباً 20 سال از ساخت بازی بازگشت به قلعه ولفنشتاین گذشته و تازه بعد از 20 سال با بررسی دیتاهای بازی چند نفر بودن که متوجه این قضیه شدن. یعنی وجود این جزئیات داخل بازی اونقدر اهمیت نداشته که حتی شما متوجهش بشید. شماره 3، فال گایز. یادم میاد اون اوایلی که بازی فال گایز عرضه شده بود چقدر در موردش صحبت میکردن و چه امیدهایی که بهش داشتن. درسته هایپ در مورد این بازی خیلی بالا بود و افراد واقعا زیادی توی ماهای اول عاشق فال گایز بودن و حسابی اونو بازی میکردن، اما خب رفته رفته کم کم این جمعیت کمتر شدن. یه نکته در مورد بازی فال گایز وجود داره، همه دارن تلاش خودشونو میکنن اون بازی‌های احمقانه و سخت را عبور میکنن تا بتونن به تاج دست پیدا بکنن، تاجی که نشون میده اونا برنده شدن. اما یه نکته در مورد تاج وجود داره، شما هیچ وقت نمیتونید اون روی سر خودتون بذارید. یعنی حتی اگر اول بشید همیشه یه اتفاق میفته که شما نتونید تاج رو بالای سرتون بذارید، بعضی وقتا حتی نمیتونید بهش دست بزنید. در واقع بازی میخواد اینطوری بهتون بگه که فال گایز هیچ وقت تمامی نداره، شما هیچ وقت نمیتونید اون تاج رو بالای سر خودتون بذارید. در واقع همش باید به این بازی بیاید و مثل معتادا هی اونو تجربه بکنید و اول بشید. این یعنی بازی های مالتی پلیر و آنلاین هیچ وقت تمامی ندارند. شماره 2، کال آف دیوتی ورلد ات وار. خب همه میدونیم بیشتر بازی هایی که ساخته میشن زبان اولشون انگلیسیه و خب این قضیه توی گذشته خیلی احمقانه بود. مثلا شما بازی جنگ جهانی داشتید ولی سربازهای آلمانی انگلیسی صحبت میکردن. رفته رفته بازی ها تونستن به دلیل بودجه‌ای که بهشون اختصاص داده شده از زبانهای مختلف برای سربازها استفاده بکنن. پس اونقدر چیز غیر منطقی نبود که توی مرحله 6 بازی کال آف دیوتی ورلد ات وار زمانی که شما به کمپ ژاپنیا حمله میکنید اونا به زبان ژاپنی صحبت بکنن. اما خب کسایی که اهل اندونزی بودن متوجه یک قضیه شدن، بعضی از سربازها ژاپنی صحبت نمی کردن بلکه اندونزیایی صحبت می کردن. وقتی که شما داشتید اونا رو می سوزوندید اونا به زبان اندونزیایی از دوستاشون کمک می خواستن. اما خب چرا؟ خب این یک قضیه تاریخیه، چرا که در طول جنگ جهانی دوم ژاپن به کشورهای مختلفی حمله کرده بود و بعد جوانهای اونا رو مجبور میکرد تا به عنوان سرباز به این کشور خدمت بکنن. در واقع خیلی از کسایی که شما توی مرحله ششم با بیرحمی هرچه تمامتر سوزوندید ژاپنی نبودن، کسایی بودن که به زور مجبور شده بودن برای ژاپنی ها مبارزه بکنند. شماره 1، دوکی دوکی لیتریچر کلاب. دوکی دوکی لیتریچر کلاب یک بازی به حساب نمیاد، در واقع ویژوال ناول، رمان های تصویری، اما از اونجایی که توی استیم عرضه شده خیلی اونو بازی به حساب میارن. خب الان شما دارید به فوتیج های این مثلا بازی نگاه میکنید دیگه، به نظرتون چه چیزی داخلش وجود داره که جزئیات به حساب بیاد؟ این بازی اصلا مگه جزئیاتی هم داره؟ که خب باید بهتون بگم یکی از غمگین ترین، وحشتناک ترین و روی مخ ترین چیزهای ممکن مربوط به این بازی میشه، چرا که داخل اون یکی از کاراکترها در نهایت به خاطر افسردگی خودش رو دار میزنه. اما اگر شما به انگشته اون نگاه بکنید میبینید که نوک اونا خونیه. چرا؟ خب دلیلش اینه، کسایی که معمولا با دار زدن خودکشی میکنن در لحظه آخر به خاطر ترس و فشاری که بهشون میاد سعی میکنن با انگشتای خودشون تنابو پاره بکنن که این قضیه باعث میشه انگشتاشون خونی بشه. این که بگیرن همچین چیزی رو توی این بازی رعایت بکنن واقعا یه جورایی آدم مرمرش میشه. خب بچه ها اینا از ویدیو امروز ما،
امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم نمونه دیگه میشناسید؟ اگه توی کامنت ها با هم به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.